سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. قسمت دهم از آموزش 3D Max مقدماتی رو در خدمتتون هستم. تو این قسمت میخوام احجام Extended Primitive رو، نحوه ساختشون رو به شما عزیزان آموزش بدم. در سری گذشته احجام استاندارد پریمیتیو یا همون احجام اولیه بود که خدمتتون گفتم که لینکش رو این بالا گذاشتم، میتونید روش کلیک کنید برید دوباره ببینید یا اگه ندیدید برید استفاده کنید. حالا میخوایم اکستندد پریمیتیو از این قسمت از سربرگ کرییت جیومتری از این قسمت وقتی کلیک کنیم دومی اکستندد پریمیتیو هست. احجام گسترش یافته، توسعه یافته یا بعضی ها هم میگن احجام ثانویه. دونه دونه شو میام برای شما نحوه ترسیمشو میگم. هد را کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم یا حالت این شکلی، حالا بخوام بگم الماس مانند برای من میسازه. دومی خب بذارید همین هد را رو بیام مودیفایش رو بهتون بگم. مودیفایش خب تترا هست، کیوب هست، به صورت کیوبی الماس رو انجام میده. دودک هست، دودک به این شکل هست. استار به صورت ستاره هست، این نوع استار به این شکل هستش. و هر کدوم از اینا پارامترهایی داره. وقتی من پی اینو زیاد کنم میبینید که پارامترهای خودش رو تغییر میده و کیوش رو کم و زیاد کنم از این سمت تغییر پیدا میکنه. یا اکسیس اکسکیلینگ اسکیلا شما کم و زیاد میکنید به سمت تو و عقب بره. حالا این تو پی هستش، اون حالا کیوش. و باید اینا رو دونه دونه امتحان کنید تا شکلهاش به دستتون بیاد که چه خاصیتی داره و چه کارهایی میشه باهاش انجام داد. خب گزینه بعدی truth not هست. truth not یه دایره، یه میله به هم پیچیده هست. من کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم، رهاش میکنم. حالا موس رو به سمت پایین یا بالا ببرم، میتونم ضخامت این دایره‌ای که دوران پیدا کرده و به صورت پیچ در پیچ هست شکل بگیره. دوباره اینا تنظیماتی برای خودش داره که حالا این خودش نات هست، اگه سیرکلش رو بزنم به صورت دایره میکنه. و خب میام همون نات رادیوس کلیش رو کم و زیاد میکنه. سگمنت و اگه من کمیش کنم خب این برای ما هرچی کمتر بشه نرمیش کمتر میشه، سختتر میشه. و هرچی زیادتر باشه نرمی شکل ما بیشتر میشه. پی هم حالتش رو برای ما تغییر میده. حالا من رو همون صفری که بوده میذارم باشه، روی یکی که بوده میذارم باشه. کیو به این شکل میکنه. به نظرم باید اینا رو دونه دونه امتحان کنم. من زیاد میکنم یه شکل خیلی خوشگلی در آورد و خیلی هم برای انیمیشن سازی اینا کاربرد داره. حالا رادیوس بعدی خود اینا رو کم و زیاد نبذارم، من یه بار دیگه تروس رو بکشم تغییر ندم. کلیک چپ رو میگیرم، خب یعنی به همون شکلی که بوده دیگه داره برای ما میسازه. حالا من بیام تنظیمات شونم میتونم درست کنم. خب حالا میام رادیوس، من میخوام بگم این رادیوس برای چیه؟ برای اون میله اولیه‌اش هستش که رادیوس اینو برای ما بزرگ میکنه. تیوست هم اینا رو بعداً باید بهتون بگم پیچیدگیش هست. مثلا برای ما میپیچونه تیوست، وقتی میکنیم زیاد میکنیم میپیچونه این قسمت که 68 گذاشتم. خب شکل بعدی چمفر باکس هست. چمفر باکس کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم، یه باکس حالت چمفری برام ارتفاع بهش میدم. حالا کلیک چپ رو که زدم به بالا موس رو که تکون بدم میبینید که اینجا رو برای ما نرم کرد. حالا توی اتوکد شاید بگیم اینجا رو فیلت کرد و اینجا چمفر میگیم بهش. خب لینکس که طول و عرض و ارتفاع است. فیلت هم مقدار فیلت شدن شاید من کمتر کنم به همون شکلی که هستش بر میگرده. و این هم سگمنت هایی هستش که هر کدومشون اینا جداست. من تو جلسه گذشته باید بهتون توضیح دادم سگمنت ها چی هست، چه خاصیتی دارن. خب چمفر سیلندر هست، یعنی همون استوانه چمفری هست. کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم،
بالاشو میاد برای ما حالت چمفر انجام ده. بذار من یه بار دیگه بگیشم، کلیک چپ رو میکنم، درگ میکنم، میارم بالا، ارتفاع که دادم دوباره کلیک چپ رو میزنم، حالا موس رو به سمت بالا میبرم، برای من این چمفرش رو ایجاد. توی تنظیماتش هم که خب رادیوس خود استوانه هست، ارتفاع هم که میدونیم، فیلت هم مثل گزینه قبلی که گفتم مقدار فیلتش هست و اینا هم سگمنتاش هست و گفتم شکل دایره‌ای اسلایس هم داره که بدونیم ازش برش بدیم از شکل ها. خب گزینه بعدی اول تانک هست که حالت کپسول شکل هستش، کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم، رهاش میکنم، ارتفاع بهش میدم، کلیک راست میکنم، کلیک چپ دوباره میزنم، حالا میارم بالا، به حالت کپسول در آورد. حالا این هم دوباره یک کپسول دیگه داریم، کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم، ارتفاع بهش میدم. این دوتا تقریبا شبیه همه، حالا این یه مقدار اینجا این نرمتره، این نرمتر نیست. اسپیندل یه حالت خاصی است، کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم، ارتفاع بهش میدم و میتونیم مثلا تا این حد که میارم بالا یه حالت فرفره رو ایجاد کنیم. حالا رادیوس هم که داریم، شعاعش رو کم و زیاد میکنم، ارتفاعش رو هم همینطور و کفش هم اینطور اینجا رو درست میکنم. این رو باید دونه دونه امتحان کنیم، سایدش رو مثلا کم کنیم به این شکل، زیاد کنیم نرمتر بشه. خب گزینه بعدی LEXT هست. LEXT یک دیوار L شکل برام میکشه، کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم، ارتفاع میدم، کلیک چپ رو میزنم، حالا با عقب و جلو کردن پایین و بالا کردن موس بهش ضخامت میدم، یه دیوار L شکل برای ما ترسیم کرد. پایینیش هم CXT است که حالت U در میاره یا اون C در میاره، کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم، رها میکنم، ارتفاع بهش میدم، کلیک چپ رو میزنم تا ارتفاع تعیین شه، حالا موس رو سمت بالا و پایین میارم تا ضخامت براش مشخص شه. دوباره اینا تنظیمات خاص خودشو داره، مثلا این بک لنگز هست، این دیوار رو طولش کم و زیاد میکنه، بعدی ساید لنگز هست، وسطی رو کم و زیاد میکنه و اینم این دیوار رو داره بر ما کم و زیاد میکنه و حالا ویت زخامت های هر کدوم از اینا هست. نگاه کنید من زخامت هاشونو نامتعادل میذارم که بدونید چی هست. هایت هم که ارتفاعش هست، بک سیکس هم که اینا همه سگمنت ها هست. اینا که میبینید ما متر گذاشتیم، تو این ویدیو که این بالا براتون لینکشو گذاشتم میتونید برید داخلش، قسمت اول تنظیم مقیاس، واحد مقیاس 3D Max هست که من توضیح دادم چطور میتونیم اینو به متر تبدیل کنیم. گزینه بعدی جنگان هست یا گنگان هست، کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم، ارتفاع بهش میدم، یه تنزلی بر من درست میکنه با حالت پخ. حالا من برم اگه توی تنظیماتش ویرایشش، این تعدادش هست که برای من درست میکنه، این رادیوسش هست، مقدار فیلتش هست و ارتفاعش و اینا هم که سگمنتاش هست. گزینه بعدی رینگ ویو هست، یه حالت دایره‌ای حالت خاص هست، کلیک چپ رو میگم، درگ میکنم، شعاعش مشخص میشه، به سمت داخل حرکت میدم و برای من هم چه شکلی رو ترسیم میکنه. حالا توی تنظیماتش هم بریم، این رادیوس که خود رادیوس هست، رینگ ویو حالتش کم و زیادیش هستش، ارتفاع نمیگیره معمولا این و بقیهش هم همینطور. این حالا حالت ستاره‌هاش هست، یعنی باید با اینا امتحان کنید تا به دستتون بیاد که چه خاصیت هایی داره. گزینه بعدی هاوس هست، کلیک چپ رو میگیرم، درگ میکنم، یه حالت چجور بهتون بگم فنری برای ما ایجاد کرد،
که دوباره این هم تنظیمات خودش رو داره مثل بقیه. این پایین میاره بالاتر، این اندش هست، این باید اینا دونه دونه این تعدادش هست و این حالا به سمت بیرون بیاد یا داخل و دونه دونه اینا رو امتحان کنید. و آخرش پریزم هست، کلیک چپ رو میگیرم، منشور هستش، درگ میکنم، ارتفاع میذارم پایین باشه و ارتفاع بهش میدم. حالا توی تنظیماتش هم شما میتونی اینا رو هر کدوم از زلها رو کم و زیاد کنی یا یه اندازه بذاری باشه، ارتفاعش همینطور و سگمنتاش هم به همیشه. خب این اشکالی رو که ساختشون رو براتون توضیح دادم Extended Primitive بود، اشکالهای توسعه دهنده یا گسترش یافته و ثانویه که بعضی از دوستان میگن. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم من سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، حتما در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بر من بذارید، بنده سوالی داشته باشین پاسخ میدم. ممنون، خدا نگهدار.